سلام، خوش آمدید به صفحه دو ویژه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در روز بعد از رای گیری که آرا هنوز در حال شمارش است و در ایالت‌های حساس نتیجه یک به یک روشن می‌شود. تا دیروز کسی تصور نمی‌کرد که این انتخابات به این شکل پیش بره. جامعه آمریکا بیش از هر زمان دیگری دوپاره شده و آرای دو نامزد بسیار بسیار به هم نزدیکه. در جامعه آمریکا چه میگذره و چه شده که این انتخابات به این شکل برگزار شده؟ در برنامه امروز با دو مهمان صحبت میکنیم. منصور فرهنگ، استاد روابط بین الملل در دانشگاه بنینگتون از نیویورک با ماست و رسول نفیسی، استاد جامعه شناسی در دانشگاه اسرائیل از واشنگتن همراه ماست. خوش آمد میگم به هر دوی شما آقایون. آقای نفیسی، شما نظرتون راجع به این انتخابات چیه؟ جامعه آمریکا به نظر میاد که توانایی این رو داره که هر دوره همه جهانیان رو شگفت زده بکنه. بله، این واقعیتی است در مورد آمریکا و به عوامل بسیار پیچیده‌ای مربوطه که مهمترین آن این جمعیت 320 میلیونی آمریکاست که در ایالات مختلف، در شهرستان‌ها، شهرک‌ها و جاهای بسیار پیشرفته مثل فرض کنید که باستون و نیویورک و غیره و جاهای خیلی روستایی مثل وسط آمریکا که از در واقع داکوتاها شروع میشه، میاد تا تکساس و میره تا جورجیا و اینها مناطق عمدتا کشاورزی هستن و دارای عقاید خاص خودشون. بنابراین این جمعیت خاص آمریکا باعث میشه که آرا عقاید همگن نباشه و از اون گذشته تقسیم جامعه به مذهبی غیر مذهبی به یا به حساب آبی و سرخ، یعنی دموکرات و ریپابلیکن، اینا همه یک تأثیرات بسیار عظیمی داره روی نحوه برخورد. بله، ولی مسئله که مثلا الان و همینطور در دوره پیشین باهاش روبرو هستیم، ایالت‌هایی هست که واقعا آرا فاصله شون چند صد هزار تایی هست و خیلی با فاصله اندک ممکن هست که یک کاندیدا به کاندیدای دیگه ببازه این در واقع انتخابات رو. و مسئله اساسی این هستش که این دو نامزد با هم تفاوت چشمگیری دارن، نگاه‌هاشون خیلی متفاوت هست و به طب کسانی که به اونها رأی میدن هم خیلی نگاه متفاوتی دارن به شرایط. فکر میکنید که این از کجا میاد که در شرایطی که افراد در نزدیک هم زندگی میکنن، در یک شرایط اجتماعی هستند، هم باز شاهد این افتراق‌ها هستید؟ ببینید، مثلا در مورد آقای ترامپ در انتخابات پیشین و در انتخابات فعلی یک عامل مشخص رای دهندگان مرد، سفید پوست و بدون تحصیلات دانشگاهی بودن و در مورد دموکرات‌ها بدون تغییر از دفعه پیش باز افراد تحصیل کرده، زنان، اقلیت‌ها، منهای اقلیت کوبایی و اینها. و اصولا یک وضعیتی که پیش اومده این است که در یک طرف جمعیت شهری است یا با تفکر شهری و در یک طرف جمعیتی است با تفکر روستایی و آقای ترامپ به خوبی از این آگاه است و از اون استفاده میکنه، بدین معنا که شعارها میده و نوع حرف زدنی که داره مطابق اون روحیه و تفکر افرادی است که در واقع تفکر روستایی و غیر شهری دارن. متوجهم. آقای فرهنگ، نظر شما راجع به این موضوع چیه؟ به هر حال اتفاقاتی که داره الان در آمریکا میفته اتفاقات تاریخی هست. شما سالهاست که در این کشور زندگی میکنید و سیاست رو از نزدیک میشناسید، اون رو تدریس میکنید. آیا توجیهی میشه در علم سیاست پیدا کرد برای اتفاقایی که این روزها شاهدش هستیم؟ در آمریکا در این 20 سال گذشته شکاف اقتصادی در جامعه گسترش پیدا کرده، ولی همزمان با اون
برای اولین بار یک شکاف فرهنگی عمیق در جامعه ایجاد شده که این شکاف فرهنگی مربوط به برابری جنسی، آزادی زنان، گسترش حقوق برای سیاه‌پوستان و به طور کلی ارزش‌های مدرن و تجدد. و از این جهت واقعا ایرانی‌ها باید تا حدودی احساس خویشاوندی بکنند با این واژه، برای اینکه ما شکل مساوی ما در بسیاری کشورها دیدیم، ولی در کشورهای پیشرفته دموکراتیک آمریکا تنها کشوریه در مقایسه با کشورهای اروپا که این شکاف فرهنگی نقش مهمی در تصمیم رای دهندگان ایفا میکنه، به این شکل که کارگرانی که بر مبنای منافع اقتصادی خودشون باید به یک رهبر دموکرات رای بدن که مثلا بالا بردن حداقل معاش و یا بهداشت عمومی که 100% نوبل، ولی وقتی که اونها اون کاندید مخالف ارزش‌های فرهنگی اونها هست، اونا برخلاف منافع اقتصادی خودشون به اون رای میدن. و دقیقاً این اتفاقیه که در انتخابات گذشته به حال هم افتاده. ولی اون چیزی که جالبه اینه که این انتخابات به این شکلی که هست کاملاً قابل پیش بینی شده بود و به همین دلیل پرزیدنت ترامپ از وقتی که ویروس در آمریکا مسئله اساسی شد و رای دادن پستی یا رای دادن غایبی از طرف دموکرات ها تشویق می شد به دلیل ناامنی که از ویروس وجود داشت، ترامپ عکس این رو عمل کرد. یعنی از تمام رای دهندگان مدافع خودش خواست که روز انتخابات رای بدن و این پیش بینی شده بود که به احتمال زیاد در روز انتخابات در قالب ایالات ترامپ میتونه اکثریت رأی داشته باشه، برای اینکه میلیون ها رأی نیاز به چند روز خوندن داره. و دقیقاً ترامپ اومده این بارها اینو اعلام کرده، یعنی برای اولین بار آقای فرهنگ درست میفرمایید در مورد بعضی از ایالت ها درست میفرمایید، همین 6-7 ایالتی که به هر حال الان مسئله هستند، اما در بعضی جاهای دیگه که خیلی خوشبین بودند کمپین آقای بایدن هم با شاهد این بودیم که نتیجه نگرفتند. مثلا در فلوریدا فکر میکردن این بار دست کم خیلی پیشتر هستند نسبت بار پیش، در تگزاس صحبت این بود که فکر میکردن که خوب عمل خواهند کرد ولی هر دو رو واگذار کردن. آرای پستی هم پیشابیش زیاد داده شده بود در اونجاها کاملا، یعنی انتظار نیروهای مترقی و دموکرات ها این بود که این انتخابات بتونه رد ترامپیسم باشه، مواضع و طرز رفتار کرده، به اون نتیجه نرسیدیم. یعنی این تبلیغات ترامپ خصوصا مورد سوال قرار دادن رسانه های گروهی آمریکا و تمام اخبار و انتقادات مربوط به رفتار کردار خودش رو جعل خبر مینامید، این تأثیر داشته. و به طور کلی استفاده از ترس که همیشه در دنیای سیاست وجود داشته و داره، یعنی ترامپ اومد مردم رو ترسوند که اگر دموکرات ها برنده بشن، خصوصا بعد از این تظاهراتی که به حمله به مغازه ها کشیده میشد، از این جهت که بی اعتبار کردن ترامپیست یکی از خواسته های دموکرات بود، ما به اون نتیجه نرسیدیم. ولی از اینکه انتخابات با چه بحرانی روبرو میشه و چه سوء استفاده ای ترامپ بخواد از دیر درایو بود وقت بیشتر برای شمارش آرا داشته باشه، اون کاملا قابل پیش بینی بود. من همین الان خبری به دستم رسیده که هنوز در ویسکانسین هم نتیجه 2 شهر کوچک هنوز در حال شمردن هست و باید باز هم کماکان صبر بکنیم. به نظر میرسه که همین که میگم آقای فرهنگ بسیار نتایج نزدیک هست و باید لحظه به لحظه اونها رو دنبال کرد و برای بسیاری که شرایط آمریکا رو دنبال میکنن یک مسئله دیگه هم جالب به نظر میاد و اون این که ترسی که آقای ترامپ ایجاد کرد از چرخیدن آمریکا به سمت سوسیالیسم یا اونچه که اون کمونیسم میخونه و انتیفا و مسائل اینچنینی هم تاثیر داشت. آقای نفیسی میخوام نظر شما رو راجع به این بدونم. به نظر شما آیا اشتباه دموکرات هاست که متوجه این ترس آمریکایی ها از چرخش به سمت سوسیالیسم نمیشن؟ دموکرات ها یک گروه چپی در اونجا البته وجود داره و خب
در این شکی نیست و آقای بایدن اتفاقاً از اینا فاصله داره و اون چیزی که آقای ترامپ مطرح کرد هم در انتخابات قبلی و هم در انتخابات فعلی و برد تکیه بر شکاف فرهنگی و نگرانی مردم از تغییرات سریع و بدون مقدمه و هم از جهانی شدنه. ببینید الان مثلا یک گروهی وجود داره کیونان که اینها ترامپ هم اینها رو تایید کرد در مصاحبهش و اینها فقط به توری توطئه تکیه میکنن و اینکه توطئه‌گران در پشتن و اینها دولت عمقی وجود داره و اینها همه چیز رو کنترل میکنن و ترامپ در مقابل همه اینها ایستاده و این اتفاقا برخوردش با مسئله کووید 19 با این مریضی هم دوباره به یک نحوی این حالت قهرمانی ترامپ رو تایید کرد و دقت داشته باشید در آخر دوره اوباما مخاطرم هست که 4 ماه بحث درباره این بود که آیا دستشویی های مردونه باید برن این کسانی که دو جنسیت هستن یا زنونه. این مسائل فرهنگی رو اینها به این ترتیب حل کردن با تکیه اجازه بدید من این مسئله یعنی ترامپ و به خصوص مغز متفکر اینا استیو بانن متوجه اهمیت چی شدن این ایوانجلیستا و این ایوانجلیستا کسانی هستن که فقط یک ایشو دارن و اون این است که سفت جنین از بین بره در آمریکا و قضاتی انتخاب بشن که این موضوع رو تایید بکنن و ترامپ این موضوع رو کاملا روش کار کرد، مانور داد، تمام قضاتی که برای دیوان عالی کشور و برای دادگاه های ایالتی انتخاب کرد از همین جنم بودن. بنابراین ارتباطش با اون کسانی که این رو انتخاب کردن به خصوص در گروه در ایوانجلیستا برقرار شد و تایید شد. این موضوع بسیار مهمه، نقش کلیسا رو در این وسط باید در نظر داشته باشه. بله، اشاره جالبی کردید به قضیه در واقع نگاه‌های اجتماعی و مسئله مذهب در این کشور که به نظر میرسه اون محافظه‌کاری بخشی از جامعه رو بسیاری از رهبران سیاسی در خیلی از جاها ممکنه دست کم گرفته باشن. ولی آقای فرهنگ، انتخابات آمریکا انتخاباتی است که روی زندگی بسیاری از مردم سایر نقاط جهان هم تأثیر عمده داره و میدونیم که مسائل خارج از ایالات متحده برای بسیاری از مردم این کشور اهمیت نداره، گرچه که این انتخابات روی زندگی بقیه مردم جهان ممکن تاثیرگذار باشه. این رو چطور می‌بینید؟ آیا اساساً میشه کاری کرد که برای مردم آمریکا این قضایا هم اهمیت پیدا کنه؟ اصلا فکر می‌کنید که تا زمانی که این چنین هست، می‌دونید چرا اینو می‌پرسم؟ برای اینکه بسیاری از مردم ایران چبان روز گذشته رو دنبال این خبر هستن، می‌خوام بدونن که چه می‌گذره و برای اونها هم سوال بزرگ این هستش که این انتخاب به چه شکل صورت گرفته. من می‌خوام شما برای اونها توضیح بدید که این انتخاب چطور صورت گرفته. اول اینکه به طور کلی همه کشورها از جمله آمریکا دنبال منافع ملی خودشون هستند و برای به اصطلاح دستیابی به منافع ملی، رفاه و امنیت و حیثیت جامعه دو با همکاری با کشورهای دیگه و به طور کلی سیاست ها به تاکتیک ها و استراتژی خودشون رو تعیین میکنن. ترامپ اومده به تمام اینها پشت پا زده، یعنی یک فرد کاملا کسی است که عرف و سنت رفتار آمریکا رو در سطح جهان تغییر داده. حتی با اتحادی آمریکا، با اتحادیه اروپا روابط تنگاتنگ و نزدیک 70 ساله داشته. او با کشورهای اروپایی اختلاف داره، به اونها پرخاشگری میکنه، در حالی که با کره شمالی، با پوتین، با اردوغان در ترکیه اونها رو دوست خودش به اصطلاح میدونه. بنابراین اون و نکته دیگر این که آمریکایی‌ها حداقل در چارچوب تبلیغاتشون و حتی در مواضع عملی به حقوق بشر احترام میگذاشتن. ترامپ به طور کلی مسئله حقوق بشر براش وجود نداره و به طور کلی اخلاق و معنویت در رفتار و کردار سیاسی او وجود نداره. این که اون اتفاقی که در آمریکا
بذارید من سوالم رو اینجوری باز تصحیح بکنم یا بیشتر دقیقش بکنم. در خیلی از درست بعد از جنگ جهانی دوم آمریکا خودش رو به عنوان رهبر جهان مدرن و دموکراتیک به جهانیان معرفی میکرد، خیلی روی این تاکید داشت، خیلی از جمهوری خواهان به خصوص روی این تاکید داشتن. اما الان به نظر میاد که برای مردم آمریکا این شعار دیگه اهمیت سابق رو نداره، اساسا براشون مسئله خود آمریکا، اقتصاد، مسائل داخلی آمریکا هست که اهمیت پیدا میکنه. چه شد که به اینجا رسید جامعه آمریکا؟ نه اینکه اهمیت نداشته باشه، اهمیتش برای بخشایی از جامعه آمریکا و حتی نه برای نخبگان، حتی نخبگان سیاست خارجی در حزب جمهوری‌خواه انتقادات زیادی از ترامپ میکنه. بله، این تمایل در اینجا وجود داره. علتش هم اینه که مسائل داخلی برای اینها از جهت فرهنگی و از جهت اقتصادی مهم شده. و اهمیت خیلی نکته جالب دیگر این که در واقع این نارضایتی، این عوام فریبی که ترامپ ازش استفاده میکنه، یکی از دلایلش اینه که در این 30-40 سال گذشته پیشرفت برابری و برابری حقوقی در برای سیاهان و پیشرفت زنان بسیار بسیار جالب و مهم بوده در تمام ارکان‌های، و دقیقاً این ضدیت با این پیشرفته که تو بخشی از جامعه آمریکا تأثیر گذاشته، خصوصاً تو مناطق روستایی و حزب اللهی‌های مسیحی که حدود 20-25% رای دهندگان حزب جمهوری‌خواه هستند. ولی من فکر نمی‌کنم که این یک امری باشه که توی فرهنگ جامعه آمریکا جا افتاده باشه. یعنی دیر یا زود بعد از ترامپ، چه این دفعه باشه چه دفعه دیگه، منافع اقتصادی آمریکا، امنیت آمریکا حکم میکنه که با کشورهای دیگه روابط دیپلماتیک وسیع و همکاری ایجاد بکنه. من فکر میکنم که هنوز غالب مردم آمریکا از این بینش حمایت میکنن، ولی در حال حاضر ترامپ کسی است که نیاز به دشمن داره و نیاز به دشمن داشتن یکی از انگیزه هایی است که او، مثلا نکته بسیار مهمی رو که دوستمون اشاره کردن، این راجب تئوری دایجان ناپلونیست بود که این همیشه تئوری دایجان ناپلونیست در آمریکا وجود داشته، خصوصا در دهه 50 که مکارتیزم واقعا یه عده زیادی از نخبگان سیاست خارجی آمریکا رو متهم به کمونیست بودن یا جاسوسی میکرد. اون اتفاقی که حالا افتاده اینه که برای اولین بار رئیس جمهور آمریکا بلندگو و سخنگوی دایجان ناپلونیست در آمریکا شده. این واقعا بی سابقه است در تاریخ این کشور و من فکر نمی‌کنم که این توی فرهنگ سیاسی آمریکا جا بیفته. آقای نفیسی، به نظر شما اگر که حالا چون نتایج هنوز روشن نیست، ما واقعا نمیدونیم که کدوم یکی از این دو نفر رئیس جمهور خواهند بود و به کاخ سفید خواهند رفت، به نظر شما اگر آقای بایدن مثلا جانشین آقای ترامپ بشه، او چه خواهد کرد؟ آیا او میتونه این فضایی که بین دو سوی جامعه ایجاد شده رو پر بکنه و اونها رو به هم نزدیک بکنه؟ پیش‌بینی در مورد جو بایدن اتفاقا بسیار ساده است، چون دنباله 8 سال دولت قبلی آقای اوباما بایدنه و ما دقیقا میدونیم که اینها چه کار کردن. و از یک طرف البته باید این رو گفت که حضور یک رئیس جمهور سیاهی باعث عکس العمل سفیدهای آمریکا شد که عرض کردم که عمدتا ستون فقرات کسانی که یا اون گروهی که یا جمعیتی که آقای ترامپ رو انتخاب میکنن همین سفیدپوستان غیر دانشگاهی هستن، و حضور یک رئیس جمهور سیاهی اتفاقا این فرق رو بیشتر کرد و بیشتر روش نور انداخت. ولی در دوره دوم هم آقای بایدن همون سیاست ها رو اجرا خواهد کرد و نگاه کنید به معاونی که انتخاب کرد میکنه، نگاهی که آقای بایدن داره، مثلا همین که معاون رئیس جمهوریش رو یک زن انتخاب کرده و زنی که از اقلیت ها هست، یعنی از خانواده اقلیت ها هست، بنابراین به نظر شما میاد که اونها در واقع روی همون اصولی که خودشون دارن تاکید میکنن و جامعه یک بخش بزرگیش به یک مسئله دیگه‌ای توجه داره و اینها رو کلن پس میزنه؟ دقیقاً من عرض بندار شما خلاصه کردید، یعنی نوع رفتار
آقای بایدن، مثلا با همین انتخاب کامالا هریس که یک جایی بین سیاه و سفید وجود داره و هندیل اصل و جامعیکال اصل و این هاست و یک خانمیست، این ها خودش خوب جذابیت داره برای اقلیت ها، ولی اقلیت ها حامی دموکرات ها هستن، احتیاجی نبود به تاکید کردن بیشتر روی اون. اتفاقا بایستی آقای بایدن یه رای پیدا میکرد که کانالی بزنه به اون اکثریت سفید پوست غیر دانشگاهی که غیر دانشگاه رفته رو که اینها حامیان آقای ترامپ هست، ولی به خاطر سیاست داخلی حزب دموکرات و برای اقناع اون گروهی که عرض کردم، اون گروه چپی که الان در درون حزب دموکرات و کنگره وجود داره، آقای بایدن مجبور شد که این کار رو بکنه، وگرنه خودش آدم بسیار متعادل و میانه رو و بسیار نزدیک به محافظه‌کاران. نگاه کنید به آرایی که داده قبلا به عنوان سناتور یا تصمیماتی که گرفته به عنوان معاون رئیس جمهوری، انسانی است در واقع بسیار محافظه‌کار اگر به استاندارد مثلا اروپایی نگاه بکنیم. متوجه. آقای فرهنگ، از شما همین رو بپرسم، به نظر شما آقای ترامپ یا آقای بایدن، هر کدوم اونها که در 4 سال آینده در کاخ سفید باشن، آیا اساساً تلاشی خواهند کرد برای اینکه این جامعه آمریکا رو بیشتر یک پارچه بکنن، یا نه اساساً سیاست آمریکا داره به همین سمت میره و فضا بیش از پیش در واقع دو تکه خواهد شد؟ این اختلافات فرهنگی چیزی نیست که با یک سیاست گذاری، با یک تصمیم خاص بتونه تغییر بکنه. ما داریم به روان و رفتار و سنت دیرینه مردمی صحبت میکنیم که در برابر تحولاتی قرار گرفتن که براشون غیر قابل تصور بوده. مثلا ازدواج همجنسگرایان که دموکرات‌ها ازش حمایت میکنن، این برای این چیزی نیست که بتونیم ثابت بکنه به دیگری. باز من فکر میکنم که این از اون نمونه هایی است که ایرانی‌ها بتونن درکش بکنن، برای اینکه مسائل مشابهی هم در ایران وجود داره. اما از نظر اقتصادی، یعنی این شکاف اقتصادی که در جامعه آمریکا به وجود اومده، این رو دموکرات‌ها همیشه نقش مثبت‌تری ایفا می‌کنن. مثلا بایدن طرفدار بالا بردن حداقل مزد، بایدن طرفدار نفی و نقض اون لایحه مالیاتی است که ترامپ به ثروتمندان آمریکا داد، که بیلیون ها بیلیون ها دلار به 1% ثروتمندان آمریکایی میخواد اون بیاره، اون لایحه مالیاتی رو لغو بکنه و مالیات کسانی رو که بیشتر از 400,000 دلار در سال میسازن، مالیات اونا رو بالا ببره. بنابراین از جهت اقتصادی بین دموکرات ها و جمهورخواهان یک تفاوت اصل. یا مثلا بهداشت عمومی، جمهوری خواهان فکر میکنن که بهداشت یا یک کالایی است که باید خرید، در حالی که دموکرات ها علاقمند ببینن که حرکتی در جهت سوسیالیزه کردن بهداشت عمومی پیش ببرن. این اقدامی بود که اوباما کرد. ولی توجه داشته باشیم که فرهنگ سیاسی آمریکا پذیرش این چیزا براش سخته، ولی وقتی به طور لایحه در میاد و عملی میشه و ازش برخوردار میشه، کسی نمیتونه تغییر بده. مثلا این برنامه بهداشت عمومی پرزیدنت اوباما. بنابراین از جهت اقتصادی بله تفاوت زیاده، ولی از جهت فرهنگی هر تلاشی که بکنن این زمان میخواد تا روان و رفتار مردم با واقعیات علم جهان معاصر همساز بشه. و آقای فرهنگ، فکر میکنید که اون چیزی که این تغییر رو ایجاد میکنه چی هست؟ اقتصاد بهتر، وضع مردم بهتر بشه، چطور این تغییر ممکن است صورت بگیره؟ ای کوتاه بگید ممنونم. از یکی سیستم مالیاتی آمریکاست، یکی بهداشت عمومی. بهداشت در آمریکا بزرگترین تجارت در آمریکاست. حدود 18-19% از بودجه کل آمریکا مربوط به گرسنه‌ست و به پاداکت کلی مربوط، در حالی که در اروپا 8%، 9%، 10% و کیفیت بهداشت عمومی از همه کشور در کشورهای اروپایی بهتر از آمریکاست برای توده های مردم. بنابراین مثلا یکی از برنامه هایی که پرزیدنت، اگر پرزیدنت بشه، ببره، بایدن داره، اینه که بهش باز کردن
سوسیالیزه کردن بهداشت عمومی برای بخشهایی از جامعه است که بتونن به جای اینکه برن این چیز بخرن، بیمه آن بخرن، بتونن از دولت این کار بکنن. دقیقا اونطوری که مردم بیاد بالاتر از 65 سال دارن. خیلی جالبه که وقتی مدیکر یعنی بهداشت عمومی برای 65 سال به بالا میخواست مورد تایید قرار بگیره، جمهوری خواها سخت مخالفش بودن و جلوگیری میکردن. ولی بعد از اینکه تصویب و عملی شد، امروز هیچ کس جرأت نداره که مخالف اون باشه. حتی ترامپ و دست راستی ها هم با این بهداشت عمومی برای سالمندان سوالی رو مطرح نمی‌کنن. بنابراین این نوع مبارزات در آمریکا گام به گام پیش میره و این گام به گام پیش رفتن نقش دموکرات ها در پیشبرد عدالت اجتماعی خیلی خیلی قوی تر از گروه های دیگه در این کشور. ممنونم از هر دوی شما، آقای فرهنگ و آقای نفیسی، و ممنونم از شما که با برنامه های بی بی سی فارسی در واشنگتن همراه هستید. ما دو روز دیگه هم اینجا در واشنگتن برای شما برنامه خواهیم داشت، برنامه صفحه دو آخر هفته و صفحه دوی ویژه جمعه رو هم از همین استودیو در مرکز واشنگتن برای شما اجرا خواهیم کرد. شب و روزتون خوش.